ماشي هستین ان شاء الله ما میفهمم و امیدوار هستم که روز زیاد شوخی نکرده باشین در خانه در سایت نخوانده باشین و در کارهای خانه برای پدر جان و مادر جان همکاری کرده باشین و میفهمم همیتون بچه ها دخترهای قندول و با استعداد هستین و شوخی هم نمیکنین تقسیم اوقات دارین به هر کاری که شما روزانه انجام میدین مثلا نه قبلا ما سرش گپ زده بودیم درس گذاشتیم ما چی بود؟ یادتون هست؟ بله ما درس گذاشته ما عملیه جمع خوانده بودیم که عملیه جمع به چند طریقه میش باشه و دو طریقه ما میتونیم که جمع کنیم اول افقی بود به این رقم و عمودی بود که به این رقم ما میتونیم که چی کنیم؟ حل کنیم سوالات جمع خدا حالا امروز ببینیم کدام درس میخوانیم؟ مضمون ریاضی دست 14 هم خاصل تبدیلی در عملیه جمع صفحه 33 و 34 خب باید اول اینه بفهمین که در عملیه جمع وقتی که جای مثلا دو جمع یک است جای از اعداد تغییر کنه در جوابش هیچ تغییری نمیاد یا مثلا چه قسم برش بگویم مثلا ما دوتا سیب داریم دوتا سیب یک سیب و برادر کوچک ما بر ما میاره چند میشه؟ سه تا سیب اگر ما یک تا سیب داشته باشیم و دو تا سیب برادر ما بیاره بازم چی میشه؟ سه تا سه میشه هیچ فرق نداره که اول دو بیای یا اول یک بیای حالا همین امروز میخوانیم خب به مثال ببینید یک پشک دو پشک سه پشک و در جمع چند میشه دو پشک دیگه مساوی میشه با یک دو سه چهار پنج بله حالا داشت میاد سه پشک جمع دو پشک مساوی با پنج پشک بله حالا ببینید اول سه پشک آمد اگر اول دو پشک میامد با سه پشک آیا جواب همی میشد که هست یا نه تغییر میامد میبینه یک پشک دو پشک اول دو پشک آمد یک دو سه دوم سه پشک آمد حالا ببین پنج میشه یک دو سه چهار پنج بله همون جواب بر ما میده باز ببینید خوب متوجه باشید سه پشک جمع دو پشک شد پنج پشک یک دو سه یک دو یک دو سه چهار پنج پشک شد حالا اول دو پشک آوردیم یک دو یعنی اول عدد دو را آوردیم باز سه را آوردیم باز هم چی شد؟ پنج پشک شد یعنی هیچ تغییر نوم جایش عدد که تغییر کنیم هیچ تغییر در واصل جمع ما نمیاد خب دانش آموزان عزیز حالا ببینید بر تخته ما بر شما مثال آورده اینجا ما داریم عدد دو دو تا دایره است عدد دو یک تا دایره است عدد یک دو جمع یک مساوی میشه و یک دو سه دایره پس عدد سه حالا اگر من یک بالا بیارم دو را پایین بیارم بازم سه میشه میبینیم یک ما آوردیم بالا دو را آوردیم پایین حساب میکنیم یک دایره جمع دو دایره یک دو سه یک دو سه سه را داخلی هیچ تغییر نامد گرچه که ما چی کردیم؟ امروی سرخ نشان تا میکنم گرچه که ما عدد دو را آوردیم پایین عدد یک را بردیم بالا بازم در جواب هیچ تغییر نامه بازم همو عدد سه است میبینیم؟ امید است که یاد گرفته باشیم خب شاگردان عزیز آن وقت کارخانگی صفحه سوالات صفحه 35 چی است تمرین متوقعیش بر شما کار خانگی است که فراموشتان نکنند بازم برتان من کتاب حتما نشان میده خب درس 14 هم ما همی درس هست امروز میخوانیم درس 14 هم ببینیم صفحه 32 اینجا ببینیم عدد 3 جمع 1 است یعنی 3 دایره جمع 1 دایره شده 4 دایره حالا پس اینجا 3 دایره را آخر میبریم پس 1 دایره را بالا میبریم یعنی که عدد 1 را بالا آوردیم و 3 را پایین باز هم ببینیم 1 جمع 3 4 شد یعنی وقتی که ما جایی اشیاء را تغییر بدیم در عملیه جمع ما داخلش هیچ تغییر نمیده مثلا اینجا دو جمع یک شده سه پس اینجا یک از اینجا بردیم بالا دو را از بالا بردیم پایین یعنی که یک جمع دو بازم سه شده ببینید
هیچ تغییری نامده و همین قسم در پایین ببینید سه دایره است جمع دو دایره شده سه جمع دو پنج این طرف پس دور اول آوردیم سه را دوم آوردیم بازم دو جمع سه بازم پنج شده هیچ تغییر نامده اینجا ببینید یک دایره است اینجا چهار دایره است یک جمع چهار پنج شده اینجا چهار دایره است جمع یک یعنی چهار اول باز یک دوم باز آمده پنج است اینجا هم ببینید امو قسم اول اینجا چهار جمع دو مساوی شش دو پس ما دور اول آوردیم دو جمع چهار مساوی شش شده و در این قسم در اینجا سه جمع چهار چند میشه؟ هفت میشه پس اگر بگیم چهار جمع سه چند میشه؟ باز هم هفت میشه همین قسم چهار جمع پنج نو میشه و اگر بگیم پنج جمع نو چهار باز هم نو میشه و در این قسمت اینجا ببینیم متوجه باشین که اینجا پنج دایره است اینجا سه دایره است پنج جمع سه شده هشت دایره ببینید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت دایره حالا اگر سه را اول بیاریم پنج دوم ببینیم بازم هشت میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت بله بازم هشت بر ما میده پس ما فهمیدیم که وقتی که جایی های عدد ما رو در عمل جمع تغییر بدیم بالا و پایین ببریم در اصل هیچ تغییر نمیه بازم همون میباشه درست است خب صفحه 34 هست دانش آموزان عزیز که ما چی داریم؟ تمرین داریم اول من براتون نشون میدم شما باید خودتون حلش کنید اگر سه میبودید ما چی میکردیم؟ حل میکردیم حالا من یک خانه شو بر شما نشون میدم دیگه رایش حل کنیم اینجا چهار در این خانه ببینید در بالاش پنج نوشته است ما باید عددهایی را پیدا کنیم که وقتی همراه این عددهایی که این طرف از به ما داده میشه عدد پنج بده مثلا چهار است اگر برای چهار یک عدد بده بزنیم پنج میشه پس خانه خالی اول چی داشته میکنیم باشید من اینجا بر شما عملی نشان میدم مثلا اول بر ما داده چهار جمع خانه خالی باید به ما چی رفته عدد پنجی که در بام بست و بالا دو جمع خانه خالی است و دیگر سه جمع خانه خالی است یا را حل میکنیم که آسان شود پنج جمع خانه خالی بله و دیگر صفر جمع خانه خالی و آخریش یک جمع خانه خالی مشکلی خانه خالی من چقدر بدرنگ آمده سری بکشم حالا حلش میکنیم خب سر چهار یکی پرتیم پنجه بر ما میده سر دو چه تا پرتیم پنجه میده بله سه سه یک بنازیم پنجه باید هر خانه خالی عددهایی رو نوشته کنیم که پنجه بتر پنج نزیاد شما نکم اینجا پنجه اینجا سه است بر سه دو رو میدازیم پنج میشه اینجا خب پنجه است اگه یکی بنازم زیاد میشه شش اگه یک اگر زیاد بنازم خب یکی زیاد میشه پس من اینجا صفر میمانم که پس پنج امرای یه چداد پس خود پنج اینجا میشه درست است خب بعد از پنج کدام عدد است اونجا بر ما صفر داده چی است صفر اینا اینجا صفر است اینجا هر عدد نوشته کنم باید اینجا هیچ عدد نیست کم رو جمع شد پس خود پنج نوشته کنم هر عددی که با پنج با صفر یک شد مثلا در جیب ما هیچ پیسه نیست ما پنج روپیه داریم در جیب ما میمانیم باز هم اون عدد پنج است هیچ چیز در جیب ما نیست کم رو جمع شد و زیاد شد اینجا یک است چهار نوشته میکنم چهار یک پنج و می قسم دیگر را چون شما چی میکنین؟ خانه حل میسازین حالا خانه های خالی را مانند مثال 18 حل کنین حالا یارا شما چی میکنین؟ مثلا اینجا هفت است ببینید هفت است شما باید خانه خالی عدد را نوشته کنین که برای دو جمع شما هفت بر مکتم مثلا هفت دو است نه؟ شما بگیرین دو تا نخود را بارین و سرش دیگه حساب کرده بریم مثلا من دو تا انگشتم است ببینید دو تا انگشتم است دو سه چهار پنج شش هفت حالا دو تا ایشو کم کنم چند تا میبینم پنج تا پس باید در اونجا پنج نوشته کنیم کم روی دو انگشت هفت تا بتا اینا له چهار اینجا چهار نوشته می کنیم کم روی چهار دیگه یک جوش و هشت تا بتا و می رقم دیگه رو هم به خانه حل می کنیم به خاطر که وقت ما رو میگیره اگر کدام مشکل داشته در واتساپ حتما پیام کنیم من براتون حلش میکنم ویدیو میگیرم براتون روان میکنم اگر نتونستین میفهمم که میتونید بازم من متن هستم دانش آموزان عزیز امید است که یاد گرفته باشین بازم تکرار میکنم وقتی که ما
اعداد جمع میکنیم. اگر جایش تغییر بدیم در واصل جمع بایش تغییر نمیاریم. من بازم یک مثال دیگه میتونم. مثلا بر ما یک رنگه خواهرم خریده، من در بکسم چهار تا رنگی دیگه دارم، یک رنگه را که سرشبانم پنج تا رنگه میشم. اگر من در بکسم یک رنگه داشته باشم چهار رنگه را خواهرم بخره، بازم چی میشه؟ پنج رنگه میشه. پس هیچ تغییر در حاصلش نامد. امید است که درس کایتان بخونید و در خانه نخود و لوبیا بگیرید و جمع کار کنید. موفق باشید.